یا دارم بعدا برای ریاضی ها میگم رشته ریاضی. پس وقتی دو متحرک همزمان دیدی، بهترین روش حرکت نسبیه. داریم امروز کلا در مورد حرکت یک نواخت صحبت میکنیم. شتابدار چی؟ شتابدار رو من توضیح دادم قبلا، البته یه خوردهش مونده هنوز، ولی به هر حال اکثریتش رو گفتم، یه کمیش باقی مانده که خواهم گفت. خب اون بچه‌هایی که نبودن چی؟ آخر امروز بهتون میگم چی کار بکنید اگه کسی دیر بهمون اضافه شد. حالا میگه این دو اتومبیل از دو نقطه، از دو در واقع شهر، هر جا به فاصله 200 متر همزمان با این سرعت ها به طرف هم شروع برکت کردن. چند ثانیه بعد اینا به هم میرسن؟ کی میتونه بگه؟ بله آفرین، درود بر شما. باری کلا این ماتیسا فکر کنم از دیروز اومدی، ولی خوب خودتو داری میرسونی. باری کلا. خب دلتا ایکس مساوی وت نسبی. حالا اندیسش هم نظری خدا قبول میکنه. آقا اینا تا بیان به هم برسن، ببین این انقدر میره، این انقدر میره، یه چیزی این تی میکنه، یه چیزی این تی میکنه، این بردار و این بردار ناهمسوان، این جابجایی این یکیه، این جابجایی این یکیه، این دوتا بردار رو باید با هم ناهمسوان جمع کنم میشه 200. پس جابجایی نسبیمون میشه 200. سرعت نسبی هم باید جمع کنم ناهمسوه، میشه 25. زمان چند میشه؟ 25 رو با این ساده کنی میشه 8. یعنی 8 ثانیه بعد این دوتا به هم میرسن. این برای وقتی که جواب اگه عدد روند نبود، اگه روند باشه که ذهنی بگو قشنگ‌تره. 25 متر در هر یک ثانیه اینا به هم نزدیک میشن. تو 2 ثانیه 50 متر، تو 4 ثانیه 100 متر، تو 8 ثانیه 200 متر. تایید بفرمایید. 8 ثانیه بعد این دوتا به هم میرسن. خیلی هم خوشگل. اگه بخوای ساعت پایین بخونی فیزیکو نتیجه نمیگیری. سوالای کنکور سخت شدن. چرا؟ چون امکانات آموزشی دیگه در انحصار فرض کن یه شهر یا شهرهای بزرگ، تهران یا حالا مثلا چند شهر بزرگ دیگه نیست. الان در تمام ایران بچه‌ها دسترسی حالا به یه ترتیبی به امکانات شهرهای بزرگ دارن، به همین خاطر سطح سوالات رفته بالا. فیزیک 1400 و فیزیک کنکور 99 سوالاتش سخت بود، منتها 1400 اینقدر ریاضی سخت بود، فیزیک رفت تو سایه. دیگه کسی در مورد فیزیک صحبت نکرد، گفتن ولش کن. همینقدر که در حد ریاضی سخت نبوده، خب خدا رو شکر میکنیم. حالا سوال اینو میگه، میگه این دو اتومبیل با سرعت‌های 10 و 15 از دو شهر به فاصله 200 همزمان شروع به حرکت میکنن، با میان 8 ثانیه بعدم به هم میرسن. میگه همزمان ایلان ماسک یه پهپاد فرستاده منو بررسی بکنه. حالا انگار من خیلی مهمم. خب یه پهپاد فرستاده، این پهپاده من که راه میافتم اینم راه میافته. با چه سرعتی؟ با سرعت 30. سرعت ثابت 30 متر بر ثانیه راه میافته. چون این سرعتش از این بیشتره، پهپاد از من میزنه جلو. میاد. خب ابا برو کنار. میاد. خب اینا 1 2 3 راه افتادن، اینم راه افتاد، این جلو میزنه از این، میاد. یه جا اینجا به این میرسه، تا این از اینجا بیاد اینجا، اینم یه ذره اومده جلو دیگه. میگه وقتی رسید اینجا این برمیگرده. اولالا برمیگرده یعنی تغییر جهت میده؟ مگه میشه؟ گوش کن اینجا یه چیزی بهت بگم، برمیگردیم به سوال. گوش کن، اگر متحرکی که رو خط راست حرکت میکنه بخواد تغییر جهت بده، باید سرعتش صفر شه. مثلا اینجوری داره میره، میخواد تغییر جهت بده برگرده، باید اینجا سرعتش صفر شه و سرعت اگه اینجوری میرفته مثبت بوده، اینجوری میره منفی، تغییر علامت بده، مثبت بشه منفی. خب وقتی مثبت میخواد بشه منفی، سر راه از صفر رد میشه دیگه. یا اینکه اینوری میره برگرده، منفی بشه مثبت، سرعت در جهت مثبت، خلاف جهت منفیه. خب پس متحرکی که روی خط راست حرکت میکنه برای تغییر جهت، تغییر جهت حتما تو کنکور میبینی، خیلی دوستش داره طراح، خیلی طراح دوستش دارن و کتابتون خیلی روش در واقع تاکید کرده، برای تغییر جهت، برای متحرکی که رو خط راست حرکت میکنه حتما باید سرعت صفر شه، علامت هم عوض شه. فقط سرعت صفر شه کافی نیست، خیر. چرا؟ چون ممکنه وایسه دوباره در همین جهت برکت خودش ادامه بده، یعنی مثبت باشه صفر شه دوباره مثبت. اینو قبلا هم گفته بودم، الان یادآوری کردم. اما اگر متحرک رو خط راست نره، پس رو چی بره؟ رو منحنی.
اون وقت برای تغییر جهت نیازی به صفر شدن سرعت نیست، چون دیگه رو خط راست نیست. یعنی چی؟ ببین فرض کن با سرعت ثابت داره میره، میرسه به میدون، دور میدون میچرخه برمیگرده. شما فکر کن با سرعت ثابت 30 کیلومتر